اعتراف از سپاه پاسداران به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک و واکنش ها در برابر آن. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران امروز شنبه 11 جنوری 2020 اعتراف کرد که سپاه هواپیمای اوکراینی را اشتباهی سرنگون کرده است، در حالی که تا کمتر از 24 ساعت پیش کلیه مسئولان سیاسی و نظامی و مسئولان هواپیمای ایران فرضیه برخورد موشک با هواپیمای مسافربری اوکراینی را قویا نفی کرده، کار را به حدود تمسخر و تهدید خبرنگاران و متهمسازی آنان به خدمت به منافع آمریکا و شرکت در بازی روانی علیه نظام ولایت فقیه رساندند. به ناگهان چرخش 180 درجه موضع مقامات مسئول در بالاترین سطوح در خصوص این سانحه مشاهده شد و امروز 11 جنوری رسانه های منطقه‌ای و جهانی اعتراف ستاد مشترک ارتش و بدنبال آن حسن روحانی رئیس جمهوری و لحظات قبل امیر علی حاجی زاده فرمانده هوای سپاه پاسداران ایران را پوشش می دهند. فرمانده نیرو هوافضای سپاه پاسداران در سخنان امروز خود با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین گفت: ما گردنمان از مو باریکتر از همه مسئولیت کار را میپذیریم و هر گونه تصمیم مسئولین بگیرند ما مطیع اجرای آن هستیم. وی افزود: موقعی که اطمینان کردم این اتفاق افتاد، آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش می مردم و این حادثه را شاهد نمی بودم. ما یک عمر خدمت را پیش مرگ مردم کردیم و امروز هم آبروی من را با خداوند متعال معامله می کنیم و در این شرایط سخت مقابل دوربین ها ظاهر شدیم توضیح بدهیم. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ادامه داد: بررسی های این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوای قضاییه بررسی می شود، اطلاعات کامل می شود و همین ابتدای صحبت عرض بکنم که ما گردنمان از مو باریکتر از همه مسئولیت کار را می پذیریم و هر گونه تصمیم مسئولین بگیرند ما مطیع اجرای آن هستیم. وی ادامه داد: بیش از یک هفته شرایط منطقه و التهابات منطقه و احتمال درگیری نسبت به سالهای گذشته شاید از ابتدای انقلاب بی سابقه بود و احتمال درگیری بالا بود. نیروهای هر دو طرف در آماده باش 100% بودند، به خصوص که آمریکایی ها اعلام کرده بودند 52 نقطه در ایران را میزنند. برای همین همه یگانهای آفندی و پدافندی در آماده باش 100% بودند. سردار حاجی زاده گفت: آنچه در بررسی های ما انجام شد، شب حادثه وضعیت آمادگی را در سطح جنگی قرار دادند و بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ می شود. در این شرایط تعدادی از سامانه های پدافندی به رنگ پدافند تهران اضافه شد، یعنی اولین سامانه هایی که در محدوده غرب تهران مستقر می شود، این حادثه توسط آن رقم خورده است. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران افزود: در چندین مرحله این آماده باش سه که با بالاترین سطح آماده باش است به همه شبکه تایید می شود و همه سامانه های پدافندی در بالاترین سطح آمادگی به سر می برند. و یادآور شد در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه ها از جمله همین سامانه که درگیر شده بود توسط شبکه یک پارچه اعلام می شود. موشک های کروزی به سمت کشور شلیک شده است و در یکی دو مرحله تاکید می شود و گزارش های واصله مبنی بر این است که این کروز ها در مسیر هستند، آمادگی داشته باشید. و یادآور شد در واقع سامانه ها در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته و کافی بود شاسی را فشار دهید، به آنها گفته شده کروز ها شلیک شده و در مسیر است، این سامانه درگیر شده و شلیک موشک داشته است. این مقام نظامی اضافه کرد: ما پیش بینی کردیم و مصاحبه با خود آپریتر داشته است که پخش خواهد شد. ایشان یعنی آپریتر اظهار می کند که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف شود و به اصطلاح کلیر که در شرایط سیاسی طبیعی است که درخواست می شود. حاجی زاده با تشریح چگونگی نحوه اصابت موشک به هوا
پیمای مسافربری اوکراینی محل استقرار سامانه پدافند یا سامانه که ساعت 12 شب مستقر و آماده بود را نشان داد و گفت زمانی که هواپیما که از فرودگاه امام بلند می شود سامانه به سمتی که با اشاره به نقطه اصابت می بینند می رود. با توجه به اطلاعاتی که به این آپراتور داده بودند که وضعیت جنگی است و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این را کروز تشخیص می دهد. وی ادامه داد او موظف بود در این شرایط تماس و تادیه بگیرد و خبط این آپراتور هم از همین نقطه است. اما در این شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اخلال مواجه بود. حالا یا سامانه جیمنگ باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به هر ترتیب نمیتوانم ارتباط بگیرد. در این شرایط 10 ثانیه فرصت داشت تصمیم بگیرد، میتوانست بزند و میتوانست نزند. در این شرایط متاسفانه این تصمیم بد را میگیرد و موشک شلیک میشود و هواپیما مورد اصابت قرار میگیرد. قابل یادآوری است که هواپیمای بوئنگ 737 متعلق به شرکت هواپیمای اوکراین اندکی پس از برخاستن از تهران به سوی کیف سقوط کرد. رسانه های ایرانی گزارش دادند دست کم 170 مسافر و خدمه در هواپیما حضور داشتند و وزارت امور خارجه اوکراین کشته شدن عمه آنها را در پی سقوط هواپیمای مزبور در تهران تایید کرد. پس از اعتراف ایران، اوکراین، عدالت و کانادا بازخواست ایران را خواستار شد. رئیس جمهور اوکراین پس از اعتراف سپاه پاسداران به سرنگون هواپیمای اوکراینی و نخست وزیر کانادا نیز بازخواست ایران و پاسخگوی این کشور را خواستار شدند. بر اساس گزارش اسکای نیوز، شنبه 11 جنوری 2020 رئیس جمهور اوکراین از ایران خواست تا به طور کامل به گناه خود اعتراف کند و مقصران این حادثه را به عدالت معرفی کند. ولادیمیر زلنسکی در ادامه گفت انتظار می رود که تحقیقات کامل از ایران درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی انجام شود. او تاکید کرد که منتظر است تا ایران عذرخواهی های رسمی خود را از طریق کانال دیپلماتیک اعلام کند. رئیس جمهور اوکراین خواستار جبران خساره های ناشی از سرنگونی شدن هواپیمای بوئنگ این کشور شد. نخست وزیر کانادا نیز بعد از اعتراف ایران به سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت که ایران باید پاسخگوی چنین اقدامی باشد. جاستن ترودو در واکنش به اعتراف ایران به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر اثر بروز خطای انسانی گفت ایران باید بعد از اعتراف که داشت بازخواست شود و پاسخگوی چنین اقداماتی باشد. او در بیانیه گفت حادثه پیش آمده را یک مصیبت ملی نامید و تاکید کرد که باید همه روی بازخواست و طلب جواب از ایران و همچنین شفافیت و عدالت برای خانواده های قربانیان تمرکز کنند. ترودو و همچنین انجام تحقیق کامل با شرکای خود در همه جهان و همکاری کامل دولت ایران در این زمینه را خواستار شد. گفتنی استاد کل نیروهای مسلح ایران صبح امروز اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی با خطای انسانی و به صورت غیر عمد با اصابت موشک پدافندی هوایی سپاه سرنگون شده است. حسین زاده در واکنش به دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی پنهانکاران محاکمه شوند. عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس ایران پنهانکاری سه روزه درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی را مورد انتقاد قرار داد و با بیان این که پنهانکاران حقیقت این اتفاق باید از خجالت آب شوند و شرمسار مردم شوند، خواستار استعفا و محاکمه آنها در کنار مسببین شد. در حالی که پیش از این اخبار در رسانه‌های خارج از ایران منتشر شد که دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی را اصابت موشک پدافند هوایی سپاه اعلام کرده بودند، رسانه‌ها و مقامات ایران با رد و تکذیب این موضوع طی 3 روز گذشته دلایل دیگری را به عنوان علت این حادثه عنوان کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روی صفحه تویترش چنین نوشته است در نهایت تأسف و بنابر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح خطای انسانی و شلیک اشتباه پدافند سپاه موجب سقوط هواپیمای اوکراینی و قربانی شدن 176 انسان بیگناه شده است. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی و پیگرد قانونی کلیه علل و مسببین این فاجعه بزرگ و اشتباه نابخشودنی ادامه دارد. وزیر خارجه ایران گفته است خطای انسانی همزمان با ماجراجویی آمریکا باعث فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی شد. معذرت می خواهیم.
همچنان احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: با عرض سلام، ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعتراف کرده که سرنگونی هوافضای مسافربری اوکراین که به کشتن 176 نفر منجر شد به خاطر خطای انسانی بوده و با شلیک غیر عمد موشک توسط سپاه صورت گرفته است. به عقیده من چه عمدی و چه غیر عمدی، این یک جنایت و گناه نابخشودنی است. عاملین این جنایت باید به دادگاه بین المللی محاکمه شوند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.